من قبلا تو دیدم با اون جوجوه جفتتون هنوز سیبیلاتو کامل لیزر نکرده بودی، در موقع هم عمل نکرده بودی، اون موقع هم دیدم اینجا سیبیل داشت، اینجا هم یه خورده ریش داشت. برون اشتا موهای من هر نمیدونن که واقعیه. خب موهای تو پالاگی مشکش بلند واسه جلوش پولت نرسید اکستنشن کنی عزیزم، مدل موهامه تویی که اینجا چتری کوتاه برقیش اینه کیر خیلی آویزون از این بگو اشتباهی نریم اصلا سپیده به این موهای خوشگلش معروف همه جا، تو چی میگی؟ ببین دقیقا اینجای موهای خودته، پشتش موهای اکستنشن، اینجا موهای من اکستنشن. بعد تو رو خدا صورت تو کی ژل زده، اشتباهی اونجا هم نریم. اینجا مای من اکستنشنه، ولی واقعا خب تویی که داری بیزینس میکنی یکم خودتو آپدیت کن، بروز کن، خوشگل کن، چون خیلی کیری هستی خودت. تو خیلی خوشگلی، صورتت زوزنقه است، عالی هستی. که من خدا رو شکر طرفدارای خودم رو دارم به اندازه کافی، ولی تویی که فکر کنم خلاصه دارم برد میسوزه. تو کوچه بلبل بودی توی ترکیه؟ آره. تو اگه بعد ببخشید به نظر من یه دو سه تا مشتری که برات اومد پولاتو جمع کنین، شقیقاتو بکار، میدونین که مجبور نباشی این چتری های کج و کله رو اینجوری بریزی پایین. مثل تو که هورمون هر روز یه آمپول نمیزنم به زور خودم رو مثل تو زنگ کنم که نشدی. حالا خب تو نمیدونی، خب تو چون پتانسیلش رو نداری، تو الان مثلا سه بار دماغت رو عمل کردی باز دماغت اندازه یه گوشکوبه. پتانسیل که صورتت رو زوزنقه کردی، استخونبند یه درشت مردونت رو قایم کنی. من اتفاقا استخونبندیم خیلی ظریفه، کسایی که از نزدیک دیدن همه میدونن، آریان جونم منو با لباسای باز دیده، استایل منو دیده، ولی خب خلاصه خیلی کیری هستی، ولی کاپیتان کشتی هستی. خواهر به خودت هم شوخی میکنم و جدی نیست. من هم شوخی میکنم بایدش کنم، تو نینی من شوخی شوخی میرینم به طلا جدی نیست. من هم برمی کنم نگران نباش. آره ازامه بگیم. خب آریا نظر در مورد این زنچه های کونی چیه که مثلا اعتراف نمی کنن به بیزینسی بودنشون و مثلا خودشونو تو توهماتشون فکر میکنن زنن، نظرت چیه در مورد اینا؟ اگه ملیسا رو میگی که من، خب ملیسا دوباره نزدیک نه خب یه چیز از ملیسا بگم، اگه ملیسا رو جد خب جلو خودش هم میگم، اگه ملیسا رو میگی ملیسا همجوریش هم مثلا کون نمیده که چی برسه که بیزنس کنه. ما تو ترکیه هم دیگر با هم بودیم، گفتیم بیا بده، میگفت نه من نمیدم، من فقط ملیسا میره دیت، یعنی فقط دوست داره بره پسرها رو ببینه صحبت کنه، اصلا اهل اتو بوس و یکی دست بزنه بعدش میاد. ولی من برعکسشم، فقط دوست جان میگم شاید ایسکشواله، یعنی میل جنسی نداره. نه نمیدونم چرا، ازشم خیلی سوال کردم، چون خب ما با هم بودیم یک ماه توی خونه، همیشه مثلا من جلوی مشتری می آوردم کون میدادم، این اصلا انگار نه دوست نداشت بده، حتی دوست نداشت مرد دستش بزنه، این فقط این فکر کنم آره اینجوریه، میل جنسیش کمه، فقط دوست داره با پسر بره بیرون، فقط این. ولی مثل لیداس احساسیه، دوست داره مرد ببرتش بیرون، کافی بده بشینه رل بزنه اینا، ولی من نه، من فقط دوست دارم مرد تا میاد بشینه بکشه پایین بکنه، من اینجوریه. ملیسا دوست داره، آره تو هم اینجوری هستی که دوست داری رل بزنی بری بیرون احترام بذاری، ولی من احترام مرد رو تو کیرش میبینم، هر مردی که بهتر بکنه یعنی اون به من احترام گذاشته، من اینجوری فکر میکنم، میدونی؟ من یکی مردی بیاد بشینی جلوم نمیدونم کافی بیاره و دستمو بگیره و احترام چطوری خوبی و بگه اوکی مثلا جلسه اول نکنمش، اون ریده میشه به من، من اصلا اونو دوست ندارم. مردی احترام بر من میذاره که تا نشست کیرش آماده باشه، کیرش بلند باشه، تا منو دید منو به زور بکنه، این احترام به منه. ولی خب سلیقه فرق میکنه، احترام به تو اینه که برات هزینه بشه، به احترام بذارن، سکس خوب با داشته باشن، اینا همه احترام دیگه.
من احترام من این که فقط طرف تیرش راست باشه خوب بکنه، همین هزینه ای نمیخوام برام بکنه، فقط پول کونشو بده. خب دیگه اون هزینه هست دیگه. خب بعضیا هم پول کونشون رو میدن، هم احترام میذارن، هم هزینه جدا میدن، یه طرفو یه بار شام و نهار میبرن، هدیه میدن، برای کونش هم پول میدن. ولی من نه، خیلی مستقیم میرم سر اصل سفره، میگم این مبلغ کون من یه بار بخوای بکنی مثلا 500 لیره، من وقتی ترکیه میرم 500 لیر میگیرم، یعنی هر کونی که میدم 500 لیر 500 لیر میگیرم. آره پولشو طرف میده ترکیه میکنه. کسایی که خیلی کباب باشن میگم ویسکی ودکا بیارم با شام، اینجوری بالاخره الان یه ویسکی هم توی ترکیه 1000 لیره، درسته میلیسا؟ یه ویسکی ودکا بیارن 1000 لیره، ولی قیمت من تو ترکیه 500 لیر. خب لیدا تو احترام تو چی میبینی؟ احترام چی بگم؟ طرز فکرها متفاوته. از نظر من احترام اونی که از نظر خودم ها به سری که میاد سمتم لاشی بازی نکنه، زیرابی نره، به دروغ نگه دوست دارم عاشقتم بعد دو روز غیب بشه، همینجور چیزا. انسانیت یه چیزی تو مایه های انسان بودن. تو خیلی کم توقعی کنم، میگی که آدم باشه، حالا هرچی که بود فقط آدم باشه. آدم باشه، آره دلتو نسوزونه. خب ملیسا جون تو چی عزیزم؟ یه چیزی بگم ببخش قبل از اینکه دوشیزه ملیسا صحبت کنه. من نمیدونم لیدا چجوری میگه من 48 سالمه ولی هنوز به این استقلال شخصیتی نرسیده لیدا، یعنی یک مردی دلمو بشکنه. من از این که تو اینقدر مردها رو بزرگ میکنی خیلی اذیت میشم. من فکر کردم تو شبیه منی و خیلی خودتو قبول داری و رفتار خیلی سنگینی داری، خیلی صبوری، با هر حرفی ناراحت نمیشی، خیلی خونسردی، ولی وقتی میبینم که مثلا تو مردها رو اینقدر دست بالا میبینی و میگی تو رو ناراحت نکنم خیلی عصبی میشم. من همه مردا رو ناراحت میکنم، من با ندادن بهشون میرینم رو اعصابشون، من با توجه نکردن بهشون میرینم تو اعصابشون، من با اینکه انتخابشون نمیکنم که هم چیز من باشن، توی با من هم لول باشن یا با پارتنر من باشن اذیتشون میکنم. چرا تو نباید اینقدر اعتماد به نفست پایین باشه؟ چرا اینجوری هستی؟ خدا راست میگه. آره انجون، اگه بخواد به آرامش برسه باید مثل شما فکر کنه، اگه بخواد دنبال احساس این باشه که یک مردی بیاد به امنیت بده و احساس آرامش بده، زهی خیال باطل نیست. گشتم نبود نگرد نیست. منم باید موافقم. منم موافقم. با همین حرفایی که یکم زدی من زدم یا لیدا؟ لیدا. پس با همیسه لیدا پس خوری هر دست. خب دیگه خون خونم که اتفاقا شرقی هم هستی، نگار دختر لیدایی. این افتخاره. این اتفاق نصیب تو شده، نصیب هر کسی نمیشه. دقیقا مثل لیدا، نچرال و طبیعی و خوشگل، چشم ابو مشکی. اگه در مورد عمل کردی بیشتر شبیه لیدا میشدی، ولی با این که عمل کردی باز هم شبیه شی. تبریک میگم. مرسی. از من سوال بپرسه بیده. خب آریان جان، بیشتری مشتری که توی یه روز راه انداختی کم چه تعدادی بوده؟ من بیشتری مشتری که توی یه روز راه انداختم 4 نفر. 4 نفر؟ من فکر میکرم خیلی پتانسیل بیشتر از اینا باشه. خب نبوده عشقم. آها نبوده، یعنی اگه باشه به نظر خودت تا چند نفر رو میتونی ساپورت کنی؟ من اگه باشه تا 10 نفر رو میتونم یه روز. خیلی چون مثلا کیسای من فرق میکنه، مثلا من بیزنس من با بیزنس بقیه کونیا فرق میکنه. ببین قانون بیزنس اینه که یه طرف به تو پول میده تو رو میکنه، تو دیگه نگاه نمیکنی که کی تو رو میکنه، دست داره پا نداره، سیاه سفید ایرانی افغانی کجاییه. ولی من چون یه کونی با لول هستم همه چی برام مهمه،
من توی بیزنسم فاکتور دارم. ببین من کیا میتونن منو بکنن؟ آقایانی که تو لایو من گوش کنید، اگه جز این فاکتورهای من بودید میتونید به من درخواست بدید. یک، کسایی که میتونن منو بکنن. یک، اولا که خب من پولیم، هیچ پولم. تو بهترین پسر دنیا باشی باید برای کونه من پول بدی، حالا هر چی باشه، بهترین کیلو داشته باشی، بهترین صورت، بهترین بدن، هر چی که داشته باشی و من بدترین کون دنیا باشم، کون من رایگان نیست. یک، این حواستون رو دفتر بیارید بنویسید تا آخرش اگه دیدید همه چیزایی که من گفتم رو تیک زدید، یعنی میتونید منو بکنید. من اولا که پولیم، یک. دو، با همه فاکتورم اینه که باید چیز باشید، یعنی اینکه کار بکنه، یعنی یک کارمند باشی، یعنی یک آدمی که مثلا بیکار باشه من بهش کون نمیدم، یک، چون فکر میکنم دارم ازش سوء استفاده میکنم. یعنی من به آدمای فقیر کون نمیدم، یعنی یک مردی رو بهش کون میدم که چک داشته باشه، یعنی مثلا اینکه پی چک براش بیاد، یعنی ماهیانه براش پول بیاد یا کار بکنه یا حالا هر چیزی. من اگه بفهمم یک مردی که کار نمیکنه و داره پول به من میده، من بهش کون نمیدم، چون دلم نمیاد پولشو بگیرم. یعنی میگم این از داره از همه چیش میزنه و داره به من کون میده. اوکی، یه کارمند باشه، کار بکنه، بیکار نباشه. دو، باید هم قدش متوسط باشه، یعنی 1.70 تا 1.80 باشه، زیر اون پا نمیدم، یعنی کون نمیدم. وزنش باید فیت باشه، یعنی نه خیلی چاق باشه نه خیلی لاغر. کیرش هم باید فیت باشه، نه خیلی بزرگ باشه نه خیلی کوچیک، ولی باید سیخ باشه. من چون کونم کوچیک فندقیه، سوراخم صورتیه، کیر بزرگ اصلا برام مهم نیست، چون کونم کوچیکه و سوراخ جی ام نزدیکه، یعنی اگه یک کیر مرچم بره ارضا میشم و اون طرفم لذتشو میبره. کیرش از 12 تا 17 18 باشه اوکی ام، زیر 12 جواب نمیدم. و اینکه فقط هم میاد خونه من و اینکه پول کش میگیرم، یعنی پول نقد میگیرم، اولم پول میگیرم بعد کون میدم، بچه‌م که آره آبشم اومد میتونه سیکشو بزنه. و چیز دیگه هست که نباید بگم؟ گفت نگفتم. بیمه هم هستی اونجا؟ من کونم بیمه ساره. خب یه سری ها کامنت میذارم. من خیلی اتفاقا همه این حرفایی که دارم با دوستان میذارم شوخی میکنم. من هم ملیسا رو دوست دارم، لیدا رو که عاشقشم، اصلا من هر شب خودم میرم تو لایو لیدا. خب پس شما زر مفت نزنید، من هم حسام رو دوست دارم، با ملیسا هم شوخی کردم، گوخوریش هم به بقیه نیومده. اوکی ادامه بدید. خب لیدا چون شما نمیخوایی کم صحبت کنی هستم؟ رایزم من سوال هستم. آریان شرط کردیت کارت هم داری؟ کردیت کارت اگه آنلاین پرداخت کنن، آره، یعنی قبل از اینکه بیان. و یه چیز دیگه سپیدینه نگفتن، دپازیت هم میگیرم. الان آپدیت جدید از کمپانی، چون مثلا خیلی ها بودن من اذیت کردم، مثلا حالا مثلا آدرس دادم یا مثلا برشون کاری پیش اومده، اتفاقی افتاده، بالاخره حالا هرچی نتونستم بیان، وقت من مثلا عدس، مثلا من حاضر بودم. میدونی که پروسه کون شستن چقدر کار داره؟ سخت ترین پروسه دادن من زمانی که کونم رو تمیز میکنم، چون میدونی چیه، من یک ساعت تو دستشوییم، تو حمومم، هی شلنگ میکنم تو کونم، 10 بار شلنگ میکنم تو کونم، هی در بیارم کونم رو تمیز، رودم رو تمیز کنم. ببخشید من آریان رو از نزدیک دیدم، با هم موندیم. بچه آریان شب و شیلنگ حموم میکنه تو کونش، تو حموم میخوابه که صبح مشتری بیان ممنونم، لطف دارید. بعد آره، چون مثلا من خیلی سخت‌ترین عشقم گلست، من سخت‌ترین که سپیده جون، من در اصل دو تا کیر میره تو کونم، کیر اولیه خیلی گنده تر و دردش بیشتره. چون تو الان گلست چقدر اینجا دارن آمار منو میدن؟ چرا؟ آگن تا وقتی آب از دهنش بیاد بیرون قشنگ کونش رو میشوره تمیز میکنه. آره بعد من دو بار، یعنی چون جز من شغل من جز سخت‌ترین کارا هستش، چون دو بار من کیر میخورم، یه بار همون که کونم رو تمیز میکنم، خب بالاخره شلنگم اندازه یه کیره دیگه، تا میره تا وسط کونم، تا کل کونم تمیز شه، دو بار، یه بارم کیر طرف میره. به خاطر همین دو سه بار مثلا مشتری ها مثلا
تو مسیری که میومدن خیلی عجله داشتن منو ببینن تصادف کردن، یا خیلی هاشون رسیدن تا در خونه منو دیدن سکته کردن. خب خیلی چیزا میدونین. ولی آره بعد به خاطر اینا الان دپازیت میگیریم، هر کسی میاد نصف پولو 25% از پولی که مثلا من الان 5 میلیون پول میگیرم برای کون دادن، 100,000 تومان میگم 1,000,000شو اول میگیرم، اول 1,000,000شو میده، 4,000,000شو تو مکان میده، چون اگه نتونستم بیاد من وقتم تلف نشه که اینقدر کونم رو تمیز کردم. من یه خاطری از آریان تعریف کنم. بچه آریان یه بار که حالا اومده بود اینجا، من رفتم برم خونه آریان، یعنی هتل، بعد یه مشتری قرار بود بگیره صبح. بچه صبح قرار بود یه مشتری بگیره. بچه به خدا راست میگم، به قرآن قسم، آریان که قشنگ خانم خونه است، اومده بود غذا واسه من پخته بود، مهمون واسه من غذا پخت قشنگ گذاشت جلو، بعد همه کارمو کرد، چاییمو گذاشت، شیرینیمو میوه‌مو گذاشت، بعد گفت من یه کاری دارم، دارم میرم حموم. بعد رفتش حموم، بعد دیدم 2 ساعت تو حموم اصلا سر و صدا، فقط صدای آب میاد. یه بود هرستم، گفتم برم به این سر بذارم ببینم چیکار میکنه. رفتم دیدم تو وان همون دراز کشته خوابیده، یه شیلنگ تو پشتشه، از دهنش داره آب میاد. من فکر کردم مرده، زنگ دادم اونجا. بعد اوزاش من گفت، آریان بیدارش گفت نه شما برید من دارم خودم رو میشورم، گفت بعد من رفتم. مرسی. آریان یه سوال داشتم، تو قصد نداری کاری تو مثلا تو نرم افزار، تو کار دارت نرم افزاری کنی، مثلا اسنپ، خب که مشتری بیاد ده همونجا مثلا سفارش بده، تایم موبایل اوکی کنه و مثلا بیاد خونه، همچین برنامه ای نداره؟ یا یه سایتی واسه خودت را بندازی؟ چون بالاخره الان دیگه بیزینست خیلی بزرگ شده. من دارم وبسایت خودم رو دارم، دوستانی که تو لایو هستید میتونید گوگل کنید، یادداشت کنید www.arian.com، اینجا میرید. آره بعد اپلیکیشن رو پر میکنید، اسم مشخصه، شماره کارت رو میگیرم، وقتش رو تعیین میکنی، عکسام اونجا هست میتونی نگاه کنی و تموم شد. آره خیلی اینجوری. آره این بچه ها بتونم وبسایت رو گفتم، یا میتونی دایرکت پیام بدید یا حضوری. مثلا من بعضی از مشتریام حضوری هم، مثلا همسایه هم در میزنن، بعضی موقع میان، هم حضوری هم داره، واکین هم داره. منشی نه، چون که خودم فعلا مثلا اوکی هم، چون همه مشتریام ثابتن، پولشون رو قبلش میریزن، نیاز به منشی نداره. الان هر کی منو میکنه همشون دائمیان، یعنی هر هفته من میدونم که مشتری مثلا زنگ نزنه، من ساعت مثلا 7 صبح در خونم بازه. آها خب بالاخره کسی که یه بار با تو سکس داشته باشه دیگه نمیتونه ازت بگذره، مشتری دائمت میشه. بچه ها مرسی که بودید، خیلی بعد لایوهای من 1 ساعته شده، ولی نیم ساعتم طول کشید تا تازه جون بگیره لایومون. حالا میدونم شبای دیگه جبران بشه. مرسی که بودید، خیلی خوشحال شدم. بچه من اگه شوخی کردم با کسی لطفا ناراحت نشید، همش فان و شوخی بوده. از اینجا باز معذرت خواهی میکنم اگه کسی رو ناراحت کردم. نه میخوام بخوابین شما؟ نه